کنفرانس امنیت الملل در مونیخ برگزار شد. ایران چه نقشی در برقراری امنیت در منطقه دارد یا آنگونه که واشنگتن و برخی دیگر از پایتخت‌های غربی میگویند ایران نقشی اساسی در ناامن ساختن کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان و سوریه دارد؟ آن سوتر در عرصه داخلی آقای محسنی اژه‌ای میگوید هدف ما در جریان و مسئله آقای بابک زنجانی بازگرداندن پولها و دارایی هاست و با اشخاص تا آنجا که میتوانیم کاری نخواهیم داشت. ابعاد فساد در جمهوری اسلامی 35 سال پس از انقلاب اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی به کجا رسیده است؟ و در سالگرد آزادی گروگان‌های آمریکایی رابط آمریکا و ایران در چه مرحله است؟ نگاهی می‌اندازیم به آخرین رویدادهای ایران و منطقه و در عرصه بین‌المللی آنچه که مربوط به ایران و مردم ایران می‌شود. با من و شما هستند در استودیو لندن آقای علیرضا نوری‌زاده و در دالاس آقای محسن سازگارا. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده عزیز سلام به شما. درود به جمشید شالنگی عزیز، دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر، تفسیر خبر ایران فردا در چهار سوی جهان به ویژه در خانه پدریم. آقای دکتر نوری‌زاده از آقای محسنی اژه‌ای آغاز کنیم. 35 سال از انقلاب گذشته، وعده‌ای که آقای خمینی داده بود در چنین روزهایی مردم میدونن تا چه اندازه عملی شد یا نشد، اما اون چیزی که آقای اژه‌ای میگه اینی که هدف ما اینه که دارایی ها و اینها برگرده. در مورد بابک زنجانی و پرونده مربوط به ایشون اشخاص زیاد مهم نیست، با اونا زیاد کاری نخواهیم داشت. یعنی باز چپاول یا فساد مالی یا هر چی که هست خودی و غیر خودی داره. یعنی برای یه کسی که انگشت یه دزدی ساده از سر ناچاری کرده انگشتش قطع میکنن در جای مختلف، اما اینجا چی؟ جناب چالنگی عزیزم، در حکومت واعظان غیر متعز آقای محسنی اژه‌ای میاد این حرف رو میزنه. چه کسی از محسنی اژه‌ای خواهد خواست بیت المال و اموال مردم رو که برده برگردونه؟ بذارید براتون مثالی بزنم که چندین نوبت خودم گفتم ولی اینجا ضرورت داره. در ایران دو برج ساز خیلی معروف بودن به نام برادران افراشته. اینا یه برجی در شمال تهران ساختن که نمونه بود، پنت هاوسش اصلا دیدنی بود. حالا کاری ندارم از نفوذ استفاده کردن، وام گرفتن یا نه. آقای محسنی اژه‌ای توسط علی آقای راننده، یک قلدری قلچماقی که به اختیار گرفته، یکی از این برادران رو ربود و برد انواع و اقسام شکنجه رو به او در عرض 2-3 ماه وارد کرد به گونه‌ای که رو به مرگ بود. 25 واحد آپارتمانی رو از او گرفت و خیلی که بهش لطف کرد، طبقه پایین که برای سرایدار ساخته بودن او رو در اختیارش گذاشت و بقیه ساختمون رو برد و در پنت هاوسش برای خودش یک جای مجلل درست کرد برای عیاشی و زندگی شبانش. این آقا اون وقت میاد راجع به بازگرداندن اموال بیت المال میگه در حکومتی که وزیر دادگستریش میدونیم کیه، با چه سوابقی، با چه جنایاتی، دادستان کلش هم باید
همین آدم باشه. مصطفی پور محمدی در وزارت دادگستری می نشیند و محسنی اژه‌ای در مقام دادستانی. واقعا آقای خامنه‌ای باید خجالت بکشه از ملت ایران که چنین فرد جنایتکاری رو با اون سوابق در مقام دادستانی میگذاره و از او میخواهد داد مردم رو بگیره و پولای غارت شده رو برگردونه. صد رحمت به بابک زنجانی. پشت سر بابک زنجانی باید نماز خوند وقتی دزدانی به این بیشرمی در مقامات رسمی کشور قرار گرفتن. آقای سازگاره سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم آقای چالنگ خدمت شما، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی، و عذرخواهی هم میکنم که در این اتاق هتل در دالاس تصویر آنچنان مناسبی از خدمتتون نمیفرستم. به هر حال دیگه چه کنم، بینوا ندارد بیش. بله بینوا هتل ولی ظاهرم بدی نیست آقای سازگاره. ایش خوبه سازگاره گرم. ببینید چرا به اینجا رسیده، یعنی همین یک شبه که نبوده که وزیر دادگستری میشه که آقای پور محمدی، بسیار چهره شناخته شده ایست در قتل انسانهای بسیار، و دادستان هم میشه آقای اژه‌ای که خودش دستی همونطور که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن در غارت بیت المال داره، و بعد مقامات قضایی کشور چون این آدمایی هستن 35 سال در بعد پس از انقلاب اسلامی، و مسئول حقوق بشر آقای لاریجانی، محمد جواد لاریجانی که نیاز به توصیف بیشتری ندارم. چرا؟ اینایی که میگید منو یاد میندازه که عرض شود که هرچی کل میگن زلفلی، هرچی کوره میگن چراغلی، و اسامی از این قبیل در فرهنگ ما به طعنه میگن. ببینید آقای چالنگی، به نظر من از دو زاویه میشه نگاه کرد که در راستای همدیگم هست. زاویه اول این که انقلاب اسلامی که به سالگردش هم نزدیک میشیم، مثل بسیاری از انقلاب ها فعالینش، دستندرکارانش و بنیانگذارانش به دنبال یک مدینه فاضله بودند، به دنبال یک یوتوپیا بودند. تمام مکاتبی که دنبال ساختن بهشت روی زمین بودند، سر از جهنم سازی در آوردند. به یک دلیل ساده، و اون این است که جامعه انسانی از بالا مهندسی نمیشه. این کشف بزرگ آدم اسمیت که در اقتصاد گفته در واقع دست ها هرچی کوتاه‌تر بهتر، در حوزه انسانی متفکرین دیگه ای مثل فون هایک و غیره کشف کردن که جامعه انسانی رو شما نمیتونی به زور از بالا یک شکلش بدی. هرچه دولت دستش کوتاه‌تر، هرچه جامعه راحت‌تر، نرمش بهتر کار میکنه و سازوکارش روانتر به پیش میره. جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نبوده. نکته اول در واقع خواسته یک یوتوپیا بسازه، خواسته یک جامعه نمونه بسازه، یا مردم رو با زنجیر هم شده ببره به بهشت، تعبیری که آقای خامنه‌ای بر اساس یک حدیث نقل میکرد یک زمانی، ولی حاصلش خلق یک جهنم بوده. نکته دوم که در همین راستا هم هست این است که معمولا اینجور حکومت ها دنبال این میره که اقتصاد رو مهندسی کنند، مدیریت بالا و دولتی بکنند در اقتصاد. بلا فاصله اتفاقی که میفته اقتصادهای دولت سالار و حکومت سالار تبدیل میشن به لانه فساد. به خصوص هر چقدر که در بخش سیاسی، در بخش قدرت دهانها دوخته تر، مطبوعات بسته تر، احزاب سرکوب تر شده، مردم دستشون از قدرت کوتاه تر باشه، یعنی نهادهای نظارت عمومی ضعیف تر بشه، این فساد گسترده تر شه. به این دلیله که به نظر من ابعاد فسادی که جمهوری اسلامی رو گرفته در مقایسه با مشابهینش مثل
مثل حکومت فاشیستا و کمونیستا، حکومت‌های مطلقه دیکتاتوری، ابعاد حتی شاید وسیع‌تر و گسترده‌تری گرفته برای که سرکوب مردم، سرکوب مطبوعات، سرکوب قدرت‌های رقیب شدیدتر بوده. در نتیجه بی حساب و کتاب هر کسی میتونه به کانون اصلی قدرت مستقیم و غیر مستقیم خودشو وصل بکنه و از این خانه یغما لقمه‌ای بچینه. امثال آقای محسنی اژه‌ای که آقای نوری‌زاده به درستی بیان کردن ده ها هستش، امثال بابک زنجانی هم ده ها هستش، اگر نگم صد ها. آقای نوری‌زاده ببینید، این روند که یک شبه شروع نشد، آقای از اونجا نیست که همون فردای انقلاب اعدام های بی دلیل، اعدام های بی محاکمه، اعدام هایی که بیشتر جنبه انتقام جویی داشت و بعدن دست برد به سفره مردم، از همون فردای 23 بهمن ما آغاز نشد. یعنی شما میبینید مؤسسات بزرگی، حالا کسانی که منتقد شدن مثل آقای موسوی اردبیلی، به هر حال مؤسسه رو زیر نگین خودش داشت که میلیاردها تومان اون زمان رو متهم بود که برداشت کردن، یا بقیه کسان دیگه، همین مصادره اموال مردم، مصادره خونه کارخونجات، همه اینها یه نوع تصرف به قول معروف عدوانی بود. اینها سنگ بنای این نبود که به اینجا رسید داستان. آقای چالنگی، من باز دو موردی که خودم شاهد بودم خدمتتون بگم. یکی این که وقتی آقای خمینی مصادره کرد، یعنی اول روزنامه اطلاعات کیهان دست روش گذاشتن، آقای مفتحو فرستاد و بعد دیگه من دیدم اصلا قابل کار کردن نیست، اومدم بیرون. ولی یه روز رفته بودم پیش بهرام خان مسعودی در مؤسسه، دیدم یه آقای رو فرستادن به نام بنکدار که تو بازار شاگرد حجره بوده که نماینده باشه اونجا، نماینده آقای مفتح و امام. این آقای یه کیسه گونی تو اتاق بود، پولای سازمان، یعنی پولای توزیع رو که بعد از ظهر آورده بودن، این آقا میکرد تو گونی و میگفتن میبرن چون اینجا امن نیست. و بعدن معلوم شد میلیون ها تومان این آقا به جیب زد و تمام اموال مؤسسه رو دزدید و خدا پدر این آقای دعایی رو بیامرزه که این اومد جمع و جور کرد و حتی موزه مسعودی درست کرد و نذاش اموال مؤسسه از بین بره. ولی در کیهان رفتن اونجا، داماد آقای فلسفی رفت اونجا و بعدم اومدن و بخور بخور و چقدر خوردن خدا میدونه تا بقیه ارثشون هم رسید به حسین شریعت مداری. و مورد دوم تو مجلس بود، آقای باقری کنی، برادر مهدوی کنی، مهدوی کنی رئیس کل کمیته ها بود، برادرش اداره میکرد تو طبقه پایین مجلس، به اندازه ده ها فرشای نفیس لوله شده گوشه مجلس بود. آقای خلخالی اومد و نگاه کرد اونجا، من با یکی از خبرنگاره روزنامه اطلاعات ایستاده بودم، گفت آقا دو سه تا از اینا رو بذارید تو ماشین ما. گفتم بذارید. دو سه تا از این، یعنی میخوام بگم از همون کوچیکی شروع شد و خونه های مردم رفتن، پولای نقد، جواهر، عتیقه، تابلو، هر چی تونستن غارت کردن. یعنی خود این آقایونی که افتاده بودن برای خودشون شغل گذاشته بودن دونه دونه، برای یه نمونه منزل مرحوم همسر سناتور عباس مسعودی رفته بودن که ناچار بنده خبر شدم، یه دوست دیگری خبر شد، رفتیم با چند نفر صحبت کردیم از جمله احمد خمینی تا اموال ایشون رو پس بدن. ولی یکی دوتا نبود، یعنی آنقدر اینا دزدیدن و افرادی رو که گرفتن آوردن توی مدرسه رفاه و اونجا زندانی کردن، تمام زندگیشون رو غارت کردن. یعنی اونجا تیمسار صدری میگفت اینا جلو چشم من اومدن تمام زندگی ما بردن. و نمونه های مختلف دزدان. اینکه آقای دکتر سازگارا میگه که اینا دنبال یوتوپیا یا مدینه فاضله بودن، بله، کسانی مثل آقای دکتر سازگارا، مثل خود بنده و دیگران و دیگران، ما فکر میکردیم که بله الان انسانهای پاک دامن و درست. ولی خب بنده همون چهار روز اول بعد از مشاهده اعدام روی پشت بام مدرسه علوی و حضور آقای خمینی و بعد کارهای دیگری رو که مشاهده کردم، فهمیدم که این جماعت آن که آمده است به قول معروف برای روشن کردن چراغ آزادی نیومده، برای خاموشیش و ابلیس است و
خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد. خب ببینید آقای سازگار، در یه همچین ابعادی تا چند روزه مثلا میشه به اقدامات به سود مردم، یعنی خیلی خلاصه تر من بگم، آقای حسن روحانی اگر هم واقعا بخواد وعده‌ای رو که داده عملی بکنه، در یه همچین حکومت و نظامی که ابعاد فسادش به گفته شما آقای نوریزاده تا اینجا به این شکل هست و خود آقای حسن روحانی بدون تردید در تمام اصلا مسئول برقراری امنیت برای چنین غارت‌هایی بود به عنوان رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و نه ایران، تو چند روز میشه به وعده‌های این دولت امیدوار بود که الان چند ماهی هم گذشته نمونه‌های شایعه روی سفره مردم میشدید؟ ببینید نظام‌های حکومتی که ابعاد فسادی چنین گسترده پیدا می‌کنند، مبارزه باهاش مبارزه بسیار دشواری. مقالات خیلی خوبی هم در دنیا نوشته شده، مطالعه شده، گزارهای اقتصادی به اقتصاد آزاد و سالم در این قبیل کشورها چگونه در واقع این مشکل فساد از بنیان ویرانش میکنه و اصلی ترین موضوعاتش میشه. شاید همین اوکراین که این روزها در تب و تاب و آقای یانوکوویچ بالاخره به اسم مرخصی فرار کرد و رفت و بیش از نیمی از کشورش رو مخالفین گرفتن، از مثالهای خوبی باشه که بعد از انقلاب نارنجی مسئله فسادی که از روزگار حاکمیت کمونیست ها به جا مونده بود بالاخره در واقع غلبه کرد بر اصلاحاتی که فکر میکردن. آقای روحانی اگر بخواهد اقتصاد ایران رو درست کنه، نون مردم برقرار بشه، شغل برقرار بشه، اقتصاد به رونق بیفته، یکی از بزرگترین مشکلات پیش روش فساده. اما مبارزه با این فساد لوازمی میخواد، از جمله قوانین لازم که با این مجلس، این حضراتی که در مجلس هستند و بعد هم شورای نگهبانی که بالا سرش هست و زیر دست آقای خامنه‌ای است، گذروندن قوانین در بسیار بسیار دشوار میرسه. مسئله دیگه مسئله اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد، محترم دانستن مالکیت که چند هزار سال است در اقتصاد ما. محترم دانستن مالکیت شرط اولش این است که مالکیت هایی به زور گرفته شده در شما پس بدی و تضمین بکنه حکومت. شرط سومش این است که رقابت اقتصادی اگر بخواد باشه باید که رقابت سیاسی باشه، یعنی انحصار قدرت انحصار ثروت میاره و برعکس. بنابراین باید از حالت انحصاری در بیاد، بتوانند مردم مشارکت کنند. رقابت آزاد مطلب بعدی آزادی میخواد، آزادی بیان میخواد، مطبوعات آزاد میخواد و رسانه های آزاد میخواد، جامعه مدنی رشد یافته میخواد که بتونه از حقوق خودش دفاع بکنه، و مطلب آخر اقتصاد آزاد رفتن به دنیا میخواد. ارتباط در اقتصاد نمیتونه پشت در بسته بچرخه، باید با دنیا رابطه. آقای روحانی الان از آخری شروع کرده، فکر میکنه که اگر ایران رو از انزوای سیاسی بیرون بیاره، رابطه اتمی رو درست بکنه، تحریم ها رو برداره، بعد از این طریق میتونه قدم های بعدی رو برداره. ولی به نظر من مطالبی که عرض کردم از هم انفکاک ناپذیره. پلن ایشون باید همزمان باشه و در این مسیر تو این پیچاپیچه قدرت در ایران یگانه چیزی هم که میتونه بهش تکیه کنه اگر بخواهد اصلاحی بکنه، مسئله مردمه که قدرت از اونجا در میاد. من متاسفانه در کار آقای روحانی تا اینجای کار ندیدم که با پایگاه اجتماعی خودش، با مردمی که بهش رأی دادن، بتونه درست حرف بزنه و اونها رو پشت سر خودش بیاره که بلکه بتواند اصلاح کنه. راستش از مدیران اقتصادی ایشون هم پلن روشنی تا الان ندیدم.
آقای نوریزاده صحبت آزادی بیان شد، من یک نمونه از نویسنده های داخل کشور میخونم. آقای سید علی صالحی نویسنده شاعر سرشناس که کتاب های چندی منتشر کرده، شعر مدت هاست البته ساکت هست، یعنی سکوت کرده از این بابت یا ناچار به سکوت هست، ایشون حرفی زده در همین دوره، همین حرف چند روز پیشه، که نوشتن در اینجا در ایران مثل قدم زدن صبحگاهیه در میدان مین. یکی حرف ایشونه، تعبیر یکی حرف نویسنده شاعر دیگه ایست، آقای بقایی ماکان، که ایشون گفته کاملا پیداست که قرار است در بر همان پاشنه بگردد، در داخل کشور هستن. و بعد این ور شما ببینید این تعبیر هست بسیاری، که عینه اقوام مهاجمی آمدند با انقلاب و بعدن حالا به مرور چه اتفاقاتی افتاد همگان میدانند، اما بر مسندی نشستن که میبخشند. یعنی این آقای منصور حقیقتپور از همون مجلس که آقای سازگارا اشاره کردن، در اونجا میگه که بازگشت ایرانی های خارج از کشور، حرف ایشون این هستش که میگه اظهار نظر سیاسی نمیتواند جرم بزرگی باشد. یعنی جرم هست، بنابراین اگه کسی اظهار نظر سیاسی کرده در خارج از کشور، تازه اونه یعنی اومده گفت آقا این نظام مثلا چندام سود مردم نیست، این جرم هست ولی بزرگ نیست. مجموعه اینها رو شما وقتی نگاه میکنید آقای نوریزاده چطور ارزیابی میکنید؟ من یکی از بهترین تعبیرها رو که اخیراً دیدم مطلبی بود که آقای احمد پورنجاتی در سایت خود، در وبلاگش آورده بود یا در فیسبوکش. احمد پورنجاتی چهره خیلی جالبیه، انسانی که در تشکیل وزارت اطلاعات نقش داشته، بعد آدم فرهنگی بوده، بعد وزارت ارشاد رفته کارهای فرهنگی کرده، بعد با ری شهری رفتن یه گروه درست کردن که اصلا برای من تعجب آور بود. پورنجاتی کنار ری شهری، جنایتکاری با قد دراز که در تصفیه های خونین ارتش و بعدن مردم چه نقشی داشت، وزیر اطلاعات بود. احمد پورنجاتی بعد به مجلس رفت و تنها صدایی بود که روزی که خامنه‌ای حکم حکومتی داد بلند شد علیش اعتراض کرد. و این آدم الان به آقای روحانی میگه آقا جان تو اصلا پایگاه نداری، تمام رؤسای جمهوری از بنی صدر تا احمدی نژاد هر کدوم بالاخره کم و بیش در یه جا پایگاه داشتن، جنابالی اومدی سوار بر دو تا اسب شدی که این دو تا اسب یکی کارگزاران بودن یکی اصلاح طلبان. به این معنی، او نمیگه اسب، او در واقع میگه دو پایگاه، ولی بنده میگم دو اسب، که حالا بعضیش در بعضی از مراحل راهوار بودن بعضی وقت کن. بعد میگه تو الان این دو تا رو که برای تو پایگاه و آبرو ایجاد کردن رها کردی و اسم نمیاره که چسبیدی به ولی فقیه. چون آقای روحانی حرف خیلی بدی زد، توهین به مردم ایران. دو هفته قبل گفت ولی فقیه مایه افتخار و عزت ایرانه و گفت من مردم رأی به ولی فقیه دادم، برای که من 16 سال نوکر ولی فقیه بودم، نمایندش بودم در شورای امنیت ملی و دبیر شورا، و بنابراین مردم اگه رأی دادن من کی بودم؟ کسی منو نمیشناخت. خودشم میگه مردم رأی به ولی فقیه داده، اینو نمیگه، نه مردم رأی به اونای دیگه ندادن چون توی ناچاری بد و بدتر بسیاری گروهی از بینندگان ما که به هر حال امیدی به آقای روحانی داشت. بله بفرمایید. نه من نمیخوام امید مردم رو ناامید کنم، ولی مردم به رنگ بنفش رأی دادن، به حسن روحانی رأی ندادن، چون حسن روحانی هم یکی مثل بقیه. منتها آقای روحانی اومد حرفای خوب خوب زد، بعدم آقای خاتمی و رفسنجانی پشتش ایستادن و اون تشکیلات بزرگ آقای هاشمی، تبلیغاتی مطبوعاتی غیره و غیره، به حمایت از آقای روحانی پرداخت تازه دو هفته قبل از انتخابات، و دو هفته ای این آقا رو از پس پرده آوردن، بادش کردن، شال بنفش انداختن گردنش و خلاصه فیل هوا کردن و از این حرفا. منظورم اینه که به هیچ وجه شما از وزارتخانه‌ای که علی جنتی وزیرشه، وزارت ارشاد، نمیتوانید انتظار داشته باشید بیاد
آزادی بیان بده، آزادی مطبوعات بده. ببینید وزارت ارشاد یه دوران طلایی داشته، دوران مهاجرانیه، به خاطر اینکه اونجا کسانی بودن مثل مرحوم احمد بورقانی، مثل عیسی سحرخیز، مجموعه آدما بودن که آدمهای حسابی بودن، آدمای معتقد به آزادی بیان و اندیشه بودن. ولی این آقای جنتی این کاره نیست و آوردن گذاشتنش اونجا و حالا انتظار داشته باشیم که آزادی بیان. ببخشید آقای خمینی در پاریس فرمودن مردم باید آزادی بیان داشته باشن، روزنامه باید آزاد باشن، تو خطاب به شاه جلوی آزادی رو گرفتی، گورستانا رو آباد کردی، تشریف آوردن ایران و دستاوردشون بهشت زهرا تبدیل به شهر شد، 7-8 تا بهشت دیگه هم این بر اونور، بهشت کلثوم و بهشت دشکنید، این قلم ها را شد بله. شهر اصلی بر بله قربانت گرم، چه بگویم دل من خون است. آقای نوری‌زاده اشاره کردم به رنگ بنفش که رنگ آقای حسن روحانی بود، این یادآور این شعر که هر رنگ هر لحظه به رنگی به در آید، البته نه بوتعیار، ملای شیعه در زمانی که بر آقای چالنگی ببخشید من دست آقای سازگارا نگیرم، این البته منو یاد اینم میندازه، قار کبود میدود جیغ بنفش میکشه. هوشنگ ایرانی عزیز یادش بخیر، طاووس قدرت هزار رنگ است دیگه. بر آقای سازگار، آیا واقعا این حرف رو چطور میشه تلقی کرد در این شرایط که آقای میردامادی به ایران رفته که براش پرونده تشکیل دادن روزنامه نگار و بقیه، اما اینی که اگر کسی جرمی مرتکب نشده، اگر این کار نکرد، اگر اون کار نکرد، میتونه برگرده به ایران، این دعوت رو شما چطور باش برخورد میکنید که از آقای قشقاوی، از خود آقای روحانی شروع شد، از آقای قشقاوی و الان هم به این شکل در اومد؟ والا ببینید مسئله ایرانیان خارج از کشور که به روایتی 3 میلیون نفر، به روایتی تا 5 میلیون نفر هم ذکر میشه، به نظر من میتواند یکی از فرصتهای جامعه ما باشه، برای اینکه برای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و فرهنگی بخشی از ملت ایران که جدا افتاده و به اجبار خیلی هاشون به خارج از کشور آمدند، می توانند دستاوردهای خوبی رو از دنیا جمع کنند و به اون کشور ببرند، در ساختن کشور نقش داشته باشند. هم نیروهای تکنوکرات داریم در خارج، هم شاید بهترین استعدادهای درخشان کشور، برنده های المپیادهای علمی، فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه های ما متاسفانه به دلیل شرایط کشور ناچار شدن ترک وطن بکنن، در اقصی نقاط دنیا هست، هم افراد تاجر قوی دست و ورزیده ای داریم و در هر حرفه و شغلی، پزشکان، مهندسین، وکلا و غیره، همینطور روزنامه‌نگاران. این که شما میبینید امثال آقای روحانی یا قشقاوی یا دیگران به فرما میزنن، دعوت میکنن ایرانیان خارج بیان، به دلیل نیازی است که کشور داره. به هر حال در تحلیل نهایی ما جهان سومی هستیم به دلیل ضعف نیروی انسانی، و ضعف نیروی انسانی یکی از راهکارهایی که میتونه بهش کمک بکنه این است که نیروی انسانی تحصیل کرده و فرهیخته ای که به هر حال بخشی از ایرانیان خارج رو تشکیل میده برگرده به اون کشور کمک بکنه. اما این آقایون اون چیزی رو که متوجه نیستند که نمیشه سواد، نمیشه گفت مثلا تجار بیان اما روزنامه نگاران نیان. آقای چالنگی حق نداره بیاد ایران، چون ممکنه بیاد انتقاد بکنه و حرف مخالف بزنه، در حالی که کسی که در خارج زندگی کرده مطمئنن به خصوص در کشورهای غربی از دموکراسی‌های اینجا هم تأثیر پذیرفته و اساساً تاجر یا تکنوکرات یا
این که در استاد دانشگاهی که در خارج زندگی کرده اساساً کارآمدیش وقتی است که در نظام‌های دموکراتیک قرار بگیره. این نمیشه شما تصور کنی میتوانی یک انسانی رو از خارج برداری از ظرف دموکراتیکی که در این کشورها هست، اقتصاد آزادی که در این کشورها هست، جدا کنی ببری ایران همون کارآمدی رو داشته باشه. به همین دلیل اصطلاح سوا کردنی نیست. اگر واقعا جدی باشن نیروی انسانی به خارج از کشور رو برای توسعه کشور به کار بگیرند، وقت باید بپذیرند که چهره های مطبوعاتی، مخالفین، سیاسیون، اونها هم همزمان بتوانند بروند و این یعنی که حاصلش باید کشور فضای آزادی درش ایجاد شه، دموکراتیک بشه، رقابت های سیاسی معنی پیدا تا رقابت های اقتصادی خیلی هم بدون. به همین دلیل به نظر من اینها ره به جایی نخواهد برد. به اصطلاح یعنی بیشتر یک مانور سیاسی تبلیغاتی برای غرب شاید. فکر نمی کنم، برای اینکه حالا کسی تو غرب اصلا این حرفا رو نمی بینه و جدی هم نمی گیرن. یعنی این نیست که بخواد مبنای برنامه ریزی در غرب باشه که مثلا آقای روحانی در یک سخنرانی، آقای قشقاوی در یک صحبت گفتن که خوب ایرانی ها بیان. بیشتر به نظر من نیاز خودشونه، ولی باید که برای این کار باز دوباره مقدماتی لازمه که آقای اون بها رو حاضر نیستن بپردازن. در وصف مغولان گفتن که مغولان چه کردن؟ گفت آمدن، کشتن، سوختن، ویران کردند و رفتن. انقلاب بهمن ما بسیاری چنین نظری دارن نوشته و مکتوب و گفته شده که آمدن، سوختن، کشتن، ویران کردن، هنوز نرفتن. با شما عزیزان خواهیم بود، گفتگو میکنیم با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و آقای دکتر محسن سازگارا در دالاس. تا لحظاتی دیگه. آقای نوری‌زاده، سالگرد آزادی گروگان‌های آمریکایی هم هست. بله. گروگانگیرها برخیشون به مقاماتی رسیدن مثل آقای زرقامی، مثل خانم معصومه ابتکار از شرکت کنندگان در این عملیات تروریستی که به منافع ملی مردم ایران لطمات تقریبا جبران ناپذیری زد و برخیشون هم خب به هر حال گرفتاری‌های براشون پیش اومد به دلایل دیگه خانگی در درون قدرت، در درون نظام، نظام ولایت فقیه. شما وقتی الان برمیگردید، چون الان اینجا در آمریکا کلی گزارش و مطلب هست و میزگرد هست راجع به همین موضوع، شما وقتی برمیگردید نگاه میکنید، واقعا بخواید خلاصه کنید دستاورد این اقدامی که مورد تایید گروه‌های چپ به خصوص حزب توده هم بود چه بود برای مردم؟ جناب چالنگ، اولا اجازه بدیم بهتون بگم در این ماجرا حزب توده و نیروی چپ نقش اساسی داشت. یعنی خوئینی هایی که در بغداد کتاب فروشی داشت و کتاب فروشیش مرکز توده یا بود، تمام رهبران حزب توده که اومدن عراق، حتی وقتی اومدن که آقای خمینی رو ببینن که باشون ملاقات نکرد، این خوئینی ها بود که با اینا در ارتباط بود و در ایران هم ارتباط تنگاتنگی داشت و طرح اشغال سفارت همه ریخته شد. یه مش جوون نادان انقلابی هم مجریش شدن. اگر دقت بکنید بعد از اینکه این ماجرا خاتمه یافت، 80 و چند نفرشون در راه رفتن به جبهه اتوبوسشون باجگون شد و کشته شدن و اونا آدمای صادقشون بودن. یه عده‌شون در میانه راه فهمیدن چه خطای بزرگی کردن رفتن و آقای عبدی اومد در پاریس از بری روزن معذرت خواست که خب خیلی حادثه مهمی بود، ولی آقای اسخرزاده هنوز از نعمات از دیوار سفارت بالا رفتن بهره مند میشه. نکته‌ای که برای من بسیار مهم بود، این جریان وسیله‌ای شد برای تصفیه حساب در داخل.
نه دکتر یزدی از عهده اینا بر اومد، چون بار اول که چریکای فدایی رفتن آقای یزدی رفت پیش خمینی، بعدم رفت آقای سولیوان و بقیه رو اوورد بیرون. ولی این دفعه که خودی ها رفتن که البته توشون تودهی و چپم بود، فداییم بود، اینا وقتی رفتن و مجاهدم بود، اینا رو آقای خمینی ها به دستور آقای خمینی کنترل رو به دست گرفت. و این نکته به یاد داشته باشید، انسان والا و آزادهی مثل امیر انتظام رو اینا زندگیشو مصادره کردن. 25 سال این مرد نازنین جوانیش، بهترین سالهای عمرش رو تو زندان بود، حتی در بیمارستان زنجیر به دست و پاش بود. ناصر میناچی که همین چند روز پیش درگذشت و اجازه ندادن توی حسینی ارشاد دفن بشه، او رو رفتن از پشت میز وزارتش گرفتن. بنده ناچیز، سردبیر مجله امید ایران و دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات، سابق روزنامه اطلاعات، شب اومدن توی تلویزیون علیه من، همین آقای اصغرزاده و دوستانشون افشاگری کردن که چرا سه دفعه مهمونی سفارت رفتم، با آقای بری روزن رفیق بودم، آقای شلنبرگرم روزی که پروفسور جیمز بیل طرفدار خمینی اومده ایران ما رو دعوت کرده، فیلم جیمز بیل رو دیدیم، آقای علی اشراقی فامیل خمینی هم با من اونجا با هم رفتیم، با علی زاهرزاده، اینا اومدن توی برنامه تلویزیونشون یک ساعت علیه من افشاگری کردن، علیه مهندس والا، بهنود، بقیه، که چی تصفیه حساب میکردن. خیلی روشن بود ماها بعد از صحنه حذف میشدیم، که من رفتم علیهشون اعلام جرم کردم و آقای قدوسی که پدرم رو میشناخت گفت سید تو دیوانه شدی، اینا وزیر و سفیر رو رفتن از پشت میزش گرفتن، تو اومدی اعلام جرم کرد. منظورم اینه، این لطماتی که به مردم زد، این به ضرر ملت ایران شد، تا امروز ما هزینه‌اش رو داریم میدیم. بعد اخلاق ایرانی رو در دنیا بدنام کرد. در کجای تاریخ ما سفیران که می اومدن در ایران مورد اهانت قرار می گرفتن یا به قتل می رسن؟ این کار در کشور دیگه شده بود، فقط یک بار قایل خان حاکم اترار نمایندگان چنگیز رو سر زد که باعث شد ایران 200 سال بره زیر سلطه مغولان و تیموریان و غیره. این آقای خمینی با تأیید گروگانگیری، عمل وحشیانه حمله به سفارت آمریکا، پایه موضوعی رو گذاشت که بعداً به انفجار سفارت آمریکا در بیروت، انفجار سفارت آمریکا در دارالسلام و در کنیا نایروبی منجر شد. اینا همه از گور اون انقلابی برخاست که آقایون اسمشو اسلامی گذاشته بودن، ولی یه انقلاب بالشویکی مخربی بود که نه خارجی توش ایمن بود، نه داخلی، نه سفارت خونه خارجی امن بود، نه خونه مردم، نه مؤسسات مردم، نه کارخونه های مردم. یک مش آدم هایی که به هیچی اعتقاد نداشتن ریختن و مملکت رو نابود کردن. دیدیم چه کار به سر اونایی هم که میدونستن به مرور کنار زده شدن، اونایی که میخواستن کاری بکنن. خب من خیلی کوتاه بگم که روزنامه بامداد ما نورزادهاتون که هست، که وقتی من همکاران دیگه، دوستان دیگه را انداختم، روزنامه کاملا مستقلی که بود، مثل خیلی از مطبوعات که بود، آقای روحانی دوستمون، وابستگی فرهنگی سفارت آمریکا به وظیفش بود، دست گلی فرستاد، تبریک گفته بود به این روزنامه، به سردبیر و مدیر روزنامه. همین دست گل و کاغذ مربوطش سند شد دانشجویان خط امام که وابسته به آمریکاست و چرا تحویلش کردن روزنامه، عرض کنم ریختن اونجا و روزنامه هم چیزی نداشت، چاپخونش در اطلاعات چاپ میشد و بعد مصادره کردن به قول خودشون. برای ارزیابی نیبخشید، ارزیابی شما رو میشنمیم آقای سازگارا، این اقدام انقلابی بسیار چپگرایانه اشغال سفارت آمریکا، پیامدهاش همچون سونامی در روابط خارجی ایران ادامه داره هنوز یا خیر تموم شده و یک واقعه تاریخی است که باید گزارش کنه؟ نه، به نظر من مسئله دشمنی که با امریکا مطرح بود هنوز هم هست. اصولا انقلاب اسلامی با چند شعار متولد شد
یکیش ضد اسرائیلی بودن، یکیش هم ضد امریکایی بودش. در واقع اگر بریم عقب‌تر، میراث مندرس، من اسمش رو گذاشتم، اولین بار توی دانشگاه صنعتی توی سخنرانی ارائه کردم خدمت دانشجویان، ما یک میراثی از روشنفکری دهه 40 مون داریم، میراثی که تقریبا راهنمای بر اساس اون میراث وقتی غلبه گفتمانی پیدا کرد انقلاب اسلامی متولد شد. این میراث شامل غلبه انقلابیگری، غرب زدگی، ضد امریکا بودن، ضد سرمایه‌داری و سوسیالیست مزاج بودن، بازگشت به خیشتن خیش، سنت‌ها، ضد مدرنیته بودن، برگشتن به روستا و امثالهم که ده ها مثال میشه زد. بله، یعنی مبشر و مبلغ بزرگش هم آقای جلال آل احمد بود. البته بفرمایید. بله، یعنی مجموعه آرایی که در دهه 40 در واقع به اون گفتمان از انقلاب مشروطه آمده، گفتمان ناسیونالیستی که از انقلاب مشروطه آمده بود، غلبه گفتمانی پیدا کرد و انقلابیگری به ابعاد مختلف شد گفتمان غالب. با در دهه 50 به اجرا در اومد، حاصلش انقلاب اسلامی شد و نظامی که بر اومد. به این دلیل مسئله ضد امریکایی بودن با انقلاب متولد شد. و اگر به اون روزهای اول انقلاب، روزهای غلبه شعار بر شعور برگردیم، یک مسابقه چپ روی و تند روی در کشور بود، یعنی همون گردش انقلاب ها که میرن به منتهای چپ و رادیکالیزم به شدت در جریان بود. و این دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک که خودشون بعدها، من با چند تنی چندشون صحبت کردن کردم، میگفتند که کوه رفته بودن با هم قرار میگذارند که در مسابقه رادیکالیزم، چون شاه بیمار سفر کرده و رفته به امریکا، به عنوان اعتراض برن سفارت امریکا رو بگیرن. و خودشون میگفتند چون ما خط امامی بودیم و با چریکهای فدایی که چند ماه قبل این کار رو کرده بودن فرق داشتیم، میخواستیم نظر آقای خمینی رو قبل از این اقدام بدانیم. از آقای خمینی ها استمداد طلبیدیم. ایشون گفت اگه بریم از آقای خمینی بپرسیم، ایشون قطعا میگه نه، ولی شما برید این کار رو انجام بدید، تایید آقای خمینی رو من میگیرم براتون. و این دانشجوها خودشون میگن ما تصورمون این بود که 2 ساعت مثلا به عنوان یک اکسیون اعتراضی سفارت امریکا رو میگیریم یا 24 ساعت بعد بیرون عمر کنن به هر حال. اما دکتر یزدی یه زمانی من از ایشون شنیدم نقل میکرد، میگفت من پشت میز کارم بودم، آقای مهندس بازرگان که نخست وزیر بود زنگ زد با عصبانیت، گفت خبر داری؟ گفتم نه. گفت ریختن سفارت رو گرفتن، این دفعه مسلمونان. و ایشون میگه من بلا فاصله بلند شدم، با هلیکوپتر رفتم قم از وزارت خارجه، یک ضرب رفتم دیدن آقای خمینی. و آقای خمینی گفتم آقا این چه بساطیست، اینجوریه. گفت که نه، برو تهران بریزشون بیرون و فرق نمیکنه مسلمون باشن یا کمونیست. و دکتر یزدی میگه من خوشحال اومدم برگشتم تهران، به دفتر وزارت خارجه رسیدم، تلفن رو برداشتم، با آقای مهندس بازرگان گفتم که بله آقای خمینی گفته و الان میریزیمشون بیرون. گفت مهندس بازرگان به من گفت رادیو روشن کن. رادیو روشن کردم، اخبار ساعت 2 بعد از ظهر داشت اعلامیه آقای خمینی رو میخوند که گفتش انقلابی بزرگتر از انقلاب اول شده و تعیید کرد این کار رو. بزرگترین خطایی که شاید بشه گفت یک رهبر یه مملکت میتونه بکنه. و در واقع یزدی از این در اومده بیرون، موسوی خمینی ها با احمد آقای خمینی از اون در رفتن تو و آقای خمینی حرف اونها رو تایید کرده یا عقیدش رو عوض کرده در فاصله 20 دقیقه 10 دقیقه یا اصلا از اول به دکتر یزدی دروغ گفته و اون عقیده داشته. به هر حال ببینید، تا اونجاییش که مسابقه رادیکالیسم و چپگرایی بوده و اون چیزها، میتونیم بگیم که خیلی خوب، حالا گفتمانی بوده، انقلابی بوده، هر چی، و باز هم قابل سرزنشه. ولی از اونجایی که آقای خمینی به عنوان رهبر مملکت این کار رو تایید کردش، این کار به هیچ وجه دیگه نه دنیا حاضر بود بپذیره، نه قابل پذیرش بود. برای کار درست به نظر من آقای خمینی به عنوان یک رهبر سیاسی
اگر بخوایم بگیم کارنامه سیاسی دوره تصدی مملکتش، سه تا خطای بزرگ اگر خط کافی باشه برایش، اینی که من میخوام بگم بشماریم برای ایشون، که یکیش قطعا جنگ، حداقل ادامه جنگ شش سال و نیم، یکیش مسئله کشتار سال 67 زندانیان سیاسی، سومیش رو هم باید بگیم گروگانگیریست، تایید کار چند تا دانش. خب اونا جوانای 20-21 دو ساله خیلی هم خوشحال شدن و در مرکز توجه دنیا قرار گرفتن. به این دلیل به نظر من فرقش واقعا، من بلاز تاریخی نگاه میکردم، میدم پدران ما در ماجرای قتل گریبایدوف سفیر روسیه و کشتن اعضای سفارت روسیه کار بدی کردن، اما فتلیش ها حداقل قاجارها یک هیئت فرستادن مسکو عذرخواهی کردن، اما و میدونستن دولت نباید پشتیبانی کنه، اما متاسفانه آقای خمینی و دولت جمهوری اسلامی از این کار نه فقط تبری نجست بلکه تایید هم کرد. آقای نوری‌زاده، کنفرانس امنیت بین المللی در مونیخ آغاز شده، از امروز سه روز این کنفرانس، آقای جواد ظریف هم به اونجا رفته. امنیت بین المللی در تأمینش، یا دست کم امنیت منطقه، جمهوری اسلامی در تأمین این امنیت چه نقشی داره؟ برخلاف اون چی که بسیاری معتقد هستن مستند، که جمهوری اسلامی یکی از عوامل ناامنی در منطقه است، ببین در مورد سوریه که میدونیم کنفرانس سوریه هم در جنب نتایج چندانی دست پیدا نکرد. ببینید آقای چالنگی، جمهوری اسلامی نمادی از یک نظام متمرد به چارچوب قوانین بین المللی یا قوانینی که نظارت بر روابط بین ملل میکنه و اعتنایی به این قوانین نداره. حضور جمهوری اسلامی در سوریه، این حضور به منزله شکستن حاکمیت مردم سوریه است. حضور جمهوری اسلامی در لبنان، در عراق، در نقاط دیگه، حمایت از تروریست ها. چند روز قبل در یمن کنفرانس آشتی، که کنفرانس حوار الوطنی، گفتگوی ملی، این نکته رو براتون بگم، جمهوری اسلامی هم به حوثی های چار امامی که شیعه تلقیشون میکنن کمک میکنه، هم به علی سالم البیض کمونیست دو آتیشه، یه وقتی رئیس دولت جنوب بوده، یمن جنوبی، و افرادش رو در ایران آموزش میده. خیلی هم جالبه، یکی از مسئولان حزب الله هم با این آقا با اون وصلت کرده، یعنی یه جوری علی سالم البیض رو ختنه اسلامیش کردن که بیاد زیر عبای ولی فقیه، میگن شیعه‌ام شده، حالا کاری ندارم. بعد در عراق الان تردیدی نمونده که جمهوری اسلامی و سوریه داعش رو خلق کردن و این داعش رو دارن کمک میکنن برای توجیه حضور بشار اسد و مالکی در عراق. الان ببینید عراق و در عرض این 3-4 ماه به خاطر سوریه و مصر توجهی نداشتن، ولی در عراق الان نگاه کنید، بخش بزرگی از عراق، یعنی انبار، یکی از بزرگترین مناطق عراق صحرا، با سه کشور هم ارتباط داره، اونجا رو تبدیل کردن به یک طالبستان به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی در عراق و آقای مالکی. ارتش عراق که اونجاست میگن ارتش مالکی، دیگه ارتش عراق نیست. در سوریه هم رژیم سوریه جنایاتشو با استناد به اینکه داعش اونجا هست توجیه میکنه، ولی باید دید چه کسی منطقه‌ای رو در اختیار داعش میگذاره. منظورم اینه جمهوری اسلامی نمادی از بی‌اعتمادی و نمادی از آشوب طلبی و آشوبگری در منطقه است. همیشه شعر عقاب دکتر خانلری نازنین، اون مرد بزرگ زنده یاد، یادمه که ببینید وقتی میپرسه که عقاب به زاغ میگه تو طول عمر دلیلش چیه، میبردش تو گنداب، میگه اینجاست که عقاب برمیگرده میگه گندمردار تو را ارزانی، من نمیخوام عمر دراز. جمهوری اسلامی هم درست همون حالتو داره، اگر آشوب باشه، کشتار باشه، زد و خورد باشه، ناامنی باشه، میتونه به حضور خودش ادامه بده و اون هدف غایی رو که همانا برقراری حکومت نایب امام زمان در منطقه یا هلال شیعه است که پادشاه اردن 10 سال قبل بهش اشاره کرد، اون رو بخواد در منطقه برقرار کنه. جمهوری اسلامی با امنیت کاری نداره، اصلا اگه بخوان امنیت برقرار کنن جمهوری اسلامی نباید باشه.
خب آقای سازگارو چرا مخالفید با این نظر آقای نوری‌زاده میشنوید؟ نه منم میخوام بیت حافظ رو نقل کنم، گفت زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. ظاهرا این نسب العین جمهوری اسلامی است که برای بقا آشفتگی نیاز داره در جاهای دیگه. البته بر اساس های امنیت ملی که در دفتر مطالعات استراتژیک سپاه تنظیم می کنند، دلیلشون بر این آشفته بازاری که در منطقه به وجود میارند و صرف هزینه های ملی می کنند در کشورهای دیگه و کارهای کاملا غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر دینی، غیر هر انسانیتی مرتکب میشن، همونطور که دکتر نوری‌زاده گفتن، به طرفین یک دعوا شیعه و سنی اسلحه میدن، پول میدن همدیگر رو بکشن و یا به هم زدن. ظاهرا دلیلشون این است که ما برای این که از استکبار جهانی یعنی امریکا در امان باشیم، به جای دفاع باید تعرض بکنیم و برای اینکه مرزهای خودمون آروم باشه باید جبهه جنگ رو به ورای مرزهامون ببریم و مشخصا اسرائیل هدف اولمون باشه، در اطراف اسرائیل دائما ناامنی داشته باشیم، برای اینکه دشمن که مثلا امریکاست 1000 کیلومتر اون طرفتر با ما درگیر باشه و به مرزهای ما نزدیک بشه. اما به نظر من این حرفا جز مزخرفات هیچی نیست. یعنی این تنظیم دکترین امنیت ملی ما بر این اساس و بر اساس این فکرها جز مالی خولیا به نظر من نامی نداره. آنچه که فدا شده در این سیاست ها بر اساس این شعارهای توخالی منافع ملی ما بوده، منافع کشوری به نام ایران بوده، میلیاردها میلیارد ما خسارت متحمل شدیم، میلیاردها میلیارد هزینه ملی شده و ایران که در چهارراه دنیا باید معبر امن مال و تجاره همه دنیا باشه، همه با همه جا بجوشه، میتوانست مثل یک لولا بین کشورهای اطراف دریای خزر و کشورهای حاشیه خلیج فارس عمل بکنه به دلیل جای جغرافیاییش. آقای نوری‌زاده صحبت ببینید، به نظر میرسه که دو بچه یک سیاست داره پیش میره. یک بچهش که آقای ظریف سعی میکنه با دهانی گشاده، یعنی لبخندی گشاده، این وجه رو به غربی ها بفروشه. یک وجه دیگه شم ملایان شیعه حکومتی هستن مثل آقای احمد خاتمی و بقیه. همین چند ساعت پیش در نماز جمعه، چندین ساعت پیش، آقای احمد خاتمی همین حرف رو زده که عزت 35 ساله مردم، حالا چه عزتی داره پیدا کردن مردم تو این 35 ساله، مدیون شعار مرگ بر آمریکاست. از اون منم البته گفته که فرهنگ مردم مقاومت با فرهنگ مذاکره تعارض ندارد. از این حرفایی که ملایان بر منبر میزنه. چرا مذاکره با آمریکا رو میخوایم چه کنیم؟ حرف آقای خمینی و مغایرت داره. آقای خاتمی باید گفت نیست؟ آقای نوری‌زاده سخن شما رو میشنه. در همونطور که دکتر سازگار گفت، در هر انقلابی یه دوران اول رادیکالیسم غلبه میکنه بر عقلانیت. خب میگه آدم یه دوره کوتاه، یه سال بعد همیشه میگن انقلاب تبدیل به استیت، به دولت میشه، تحول انقلاب به دولت. ولی در جمهوری ولایت فقیه چنین نیست، تحول انقلاب به ملوک و طوایفی. شما الان نگاه کنید، در هر دهکوره ای تو ایران، تو یارغوزآباد گرفته تا جاهای دیگه، یه امام جمعه اونجا حاکمه، برای خودش حاکمه. بعد حالا آدمای دیگر هم اضافه کنید، رئیس اطلاعات، رئیس امنیت. چند روز پیش یه خبر میخوندم که آقای علوی رفته رئیس اطلاعات مازندران رو معرفی کنه. آقای نوری حمیدانی که گفته ما کمبود روحانی داریم، بله، که قرار احتمالاً از چین وارد کنن. حتماً ما دیگه ببینیم، مال خودمون که قلابی، مال چینشیه. بعد حضورتون عرض کنم تو مازندران اینا اومده بودن، جمع شده بودن، من نگاه کردم به این جماعت. شما فکر کنید ما قبلا یه استاندار داشتیم تو هر شهر،
رؤسای ادارات هم داشتیم. استاندارم احتمالاً فرماندار شهری که پایتخت استان بود مثلا رشت میشد معاون استاندار، احتمالاً یه مشاورم داشت. من شمردم استاندار مازندران 11 تا معاون و مشاور داره، 11 تا. بعد این معاونا هر کدوم 2 تا مشاور دارن، یعنی نوکر من نوکری داشت، نوکر اون نوکرم پسر خالش بود و آیزنش و باجناقش. این جمهوری ولایت فقیه شما وقتی دقت بکنید با این نظم و سیستمی که درست کرده اصلا حکم مرکزی وجود نداره. کسی نمیتونه بگه سیاست ایران اینه. چه سیاستی؟ امام جمعه اومده تو نماز جمعه، آقای رفسنجانی میگه تمام کارهایی که در ژنو شد از ریس تا درشتش با نظر آقای خامنه‌ای و با تایید او. بسیار خوب، اگر با نظر و تایید آقای خامنه‌ای بود، این آخوندی که میاد تو نماز جمعه با میسه دهانشو باز میکنه، این از چه کسی اجازه گرفته؟ اون شورای ائمه بهش دیتیل میدن یا دایرکتیو میدن که برو به چی بگو، اونا بهش میگن. برای اینکه امام جمعه برد سیر کرمان هم همین حرف رو زده. پس در مملکت ما چیزی که حکومت میکنه نفاق، دروغ و تزویره. و آقای باراک حسین اوباما من نمیدونم چطوری بالاخره به این دروغ و تزویر و ریا باور کرده، که حالا 2 روز دیگه خودش پشیمون میشه. کما که امروز تو خبرها میخوندم سوریه تمام اسلحه شیمیاییش رو تسلیم نکرده و خیلی صحبت ها اونجا شک و تردید ایجاد شده که بخشش رو داده به حزب الله. حالا فردا راجع به جمهوری اسلامی هم یه دفعه از زیر کوههای دنا یک انباری پیدا میکنن، یه قاری معلوم شد اونجا هم مشغول تلاش ها برای دستیابی به بمب بودن. آقا ولی فقیه بمب میخواد، برای ظهور امام زمان بمب لازمه، اسرائیل نابود بشه امام زمان بیا. ولی فقیه بمب میخواهد. این تایید شده از طرف خبر، مؤسسات تحقیقاتی مختلف این رو تایید کردن که سیاست جمهوری اسلامی در زمینه اتمی دست یافتن در نهایت دست یافتن به بمب اتمی. این که من به چین اشاره کردم اینه که گروه کثیری از مسلمانان چین در حوزه‌های علمیه و همینطور در دانشگاه قزوین هست، دو مرکز که برای دانشجویان خارجی هست، من سرگرم تحصیل هستن برای اینکه عمامه بر سر بگذارن. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم آقای سازگارا در همین زمینه. حرف آقای خاتمی، این سیاست ها چجوری با هم دیگه همسو هستن؟ حتی ایشون حرف آقای اوباما رو اراجیف خونده توی صحبت های امروز جمعه. بله والا، حالا این بددهنی آقایون که میراث که از شاید خود آقای خمینی از بنیانگذاران این بددهنی و بد و بیراه گفتن بودش و ادبشون رو نشون میده. اما من هم فکر میکنم آقای اوباما در نطق سالیانه ای که در کنگره امریکا رئیس جمهور داره روز سه‌شنبه گذشته کرد، مجددا پشت معاهده ژنو ایستاد، تهدید کرد کنگره رو که وتو خواهد کرد اگر چیزی تصویب بشه. و ایشون هم، منم با دکتر نوری‌زاده موافقم، دست به قمار خطرناکی زده. البته آقای اوباما یک در رو برای خودش باز گذاشت و گفتش که اگر ایران رعایت نکنه من اولین کسی هم که مدافع میشم برای تحریم‌های بیشتر. ولی بر صورت جمهوری اسلامی تا تاریخ 35 سال 4 تا رئیس جمهور امریکا رو سر کار گذاشته، ممکن آقای اوباما پنجمیش باشه. خب حالا ببینیم در نهایت کدوم یکی رو سر کار گذاشته. امیدواریم همه چیز به زودی روشن بشه برای مردم ایران. بله، عرض کنم خدمت آقای نوری‌زاده، این خبر رو هم حتما دیدین که این دانشمند روحانی یا روحانی دانشمند حسین دهنوی کشفیات عجیب غریبی کرده راجب بدحجابی، چه حرفایی زده بماند. من مطمئنم مورد طنز، موضوع طنز بسیاری از طنز پردازان ایران جواب و جوانان ما خواهد شد. راجب برهنگی و حجاب، مزایای حجاب که ایشون گفته، یکی از چیزی گفته های نوری‌زاده قطعا دیدین دیگه، گفته برهنگی باعث برهم خوردن
چربی های زیر پوست میگردد. حالا برهم خوردن چربی های زیر پوست چی هست و چجور هست من ایشون باید توضیح بده، و به مرور دختران را زشت میکنند. یعنی این که در غرب اینا دختران والا ما خود یعنی مثلا جنیفر لوپز رو شما میبینید مثلا احتمالاً اگر زشت است و اینا شده برای اینکه برهنه است و این چربی های زیر پوستش طبعا جامده میشه عوضش مثلا فرض کنید ما خودمان که نبودیم ولی یه همسایه داشتیم بسیار زیبا هستم به خود بفرمید ما یه همسایه داشتیم نزدیک خونه همین جنیفر لوپز میشه و او تعریف میکرد چون هر روز میاد دخ میشه زیر آفتاب میخوابه و چربی های زیر بدنش هم دچار مشکلی نشدن. اما سکینه خانم همسر این آقای حجت الاسلام لابد هزار تا چربی از جاهای مختلف زده بیرون و ایشون نگران شدن که برهنگی باعثشه. یعنی تازه به برهنگی منظور ایشون هم تازه این هستش که یعنی نه اینکه به اون اندازه برهنگی برای این هم حرفی زدن قابل توجه و بسیار جا سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده عزیز در استودیو. با سپاس بسیار قربان شما خداحافظ. با سپاس آقای محسن سازگاره گرم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال سند و سبلان و آسماری و کوهساران تفتان زاگرس و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستی تان پایدار.